سلام دوستان، فرداد عظیمی هستم. امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش و سالم باشین و زندگیتون روز به روز پربرکت‌تر و همراه با خاطره‌های خوب باشه. در همین ابتدا خواستم خاطر نشان کنم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین. ویدیوهای بعدی هم در راهه. امروز میخوام با یکی از جاذبه‌های زیبا، دیدنی و تاریخی استان گیلان و تالش، یعنی قلعه تاریخی سلسال لیسار با قدمتی حدوداً 1000 ساله صحبت کنم. تالش یکی از شهرستان‌های مهم استان گیلان و از اون مناطقی هستش که همیشه میتونه به عنوان یکی از گزینه‌های خوب گردشگری و گذران اوقات فراغت باشه. منطقه‌ای پر از دیدنی‌های طبیعی و آثار باستانی جالب که حتی بعضی از اونها به عنوان آثار ملی ایران هم ثبت شدن. یکی از این آثار تاریخی قلعه باستانی سلسال واقع در لیسار، یکی از شهرهای تابعه تالش است که حدود 20 کیلومتر بعد از شهرستان تالش و 55 کیلومتر مونده به شهرستان آستارا در استان گیلان واقع شده. اینم بگم که سابقه این قلعه زیبا به دوران سلجوقیان برمیگرده و در خرداد 1382 به شماره 8780 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. این قلعه 100 متر از سطح دریا ارتفاع داره و در زمان خودش کاربرد دیدبانی داشته. سربازان سلجوقی از طریق این سازه محکم بر فضاهای اطرافشون نظارت و حرکات دشمنان رو تحت نظر می گرفتن. این قلعه روی تپه‌ای در منطقه لیسار واقع شده و با بررسی‌های به عمل آمده توسط باستانشناس‌ها، داشتن آب انبار و انبار آذوقه یکی از ارکان مهم این سازه‌ها بوده و شاید به همین دلیل نام این قلعه علاوه بر حرف ساد با حرف سین هم نوشته میشه. به عبارتی به صورت سلسال نوشته میشه که به معنی آب گواراست، چون آب ذخیره شده در این آب انبارها کیفیت خیلی خوبی هم داشته. این قلعه دارای فضای بیرونی و سازه‌ای مستحکم و فضای داخلی از جنس آجر و ساروج ساخته شده که در این ساختار داخلی اتاق فرمانروا، آبنبار، سرویس‌های بهداشتی و مقر نگهبانی در نظر گرفته شدند. به دلیل موقعیت دیدبانی این قلعه و سرسبز بودن منطقه میتونین چشم‌اندازی بی‌نظیر رو ملاحظه کنین، در عین حال مشرف به دریای زیبای خزر یا کاسپیان هم هستین. جنگل‌های هیرکانی تالش، مزارع برنج و در چند سال اخیر باغ‌های بزرگ کیوی در این چشم‌انداز خودنمایی می‌کنند. در پایان امیدوارم از این تصاویر زیبا لذت برده باشین. ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید. به امید دیدارتون تا ویدئوهای بعدی. خدا نگهدار.